ولی میگن بابا این مقدار دیگه شدنی نیست، ما چند میلیون اتباع داریم، اگر همینها آبی که تو این کشور مصرف بکنن. بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر، به یک بسته یه تازه یه خبری از دری میدیا خوش آمدید. از نقاط مختلف ایران گزارش های تازه حاکی است که بازداشت افغان ها به گونه بی پیشینه ای شدت گرفته است. همزمان با این مقامات ایرانی گفتند که حتی یک نفر افغانی غیر مجاز را هم باقی نخواهند گذاشت. در همین حال شماری از تاجران در مرز چمن میگویند که در اثر بسته شدن این مرز نیز روزانه میلیون ها افغانی و تاجران افغانستان ضرر وارد می‌گردد. از سوی هم طالبان از شلاق زدن 4 تن به اتهام لواطت خبر می‌دهند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. احسان حیدری مدیر کل امور اتباعی خارجی تهران پایتخت ایران گفته است که طرح شناسایی و اخراج پناهجویان افغان از منطقه ری از مربوطات ولایت تهران ایران آغاز شده است. آقای حیدری افزوده است که بر اساس این طرح حتی یک نفر شهروندان غیر مجاز باقی نخواهد ماند و قرار است تا تمامی آنها بازداشت و اخراج گردد. اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در سطح استان تهران و شهرستان‌های استان تهران تا آخرین نفر اتباع غیرمجاز ادامه خواهد داشت. این مقام ایرانی افزوده است آن دست شهروندان ایرانی که به اتباع غیرمجاز کار بدهد در مرحله اول جریمه شده و در مرحله دوم از 90 تا 180 روز حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است. اتباع غیر مجاز به هر نحوی استفاده کنند بر اساس قانون با اونها برخورد خواهد شد، جریمه خواهند شد، بین 90 تا 181 روز حبس در نظر گرفته شده. وی از تمامی شهروندان ایرانی در ری خواسته است تا به هیچ عنوان با مهاجرین افغان غیر مجاز خانه ندهند. به اتباع بیگانه غیر مجاز به هیچ عنوان منازل مسکونی خودشون رو اجاره ندن. همزمان با این علیرضا فخاری والی تهران نیز تاکید کرده است که پناهجویان بدون مدرک اقامت باید فوراً ایران را ترک کنند. مهدی بابالهوایجی یک مقام محلی در شهر ری نیز گفته است که کرایه دادن خانه به پناهجویان بدون مدرک در این منطقه ممنوع شده است. در همین حال شماری از شهروندان کشور میگویند که پلیس ایران در بعضی از موارد افراد دارای ویزا را نیز اخراج می‌کنند. مقامات طالبان در هرات نیز با تایید این موضوع گفته است که روزانه 50 تا 60 شهروند افغانستان با داشتن سند و مدرک قانونی که زمان اقامت آنان هنوز باقی مانده است از ایران اخراج می‌شوند. میگه این برای من هیچ ارزشی نداره، اخه این ارزشی نداره، برای چی ویزه میدی؟ برای چی از اینجا داری رد میکنی؟ در همین حال از تبریز ایران نیز خبر میرسد که پلیس این ولایت 21 تن از شهروندان افغان را بازداشت کردند. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی ایران گفته است که این افراد به طور غیر قانونی وارد ایران شده بودند. همچنین در قانون جدید ایران نیز آمده است که تنظیم اتباع در شهرها و مناطق مختلف ایران باید به گونه‌ای باشد که بیشتر از 3% کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر، روستا، ولسوالی و ولایت نشوند. افرادی که غیر مجاز داخل هستند حتما در این قانون پیش بینی شده که طرد اونها انجام بشه. همچنین و در ادامه اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از اخراج 233 خانواده مهاجر افغان به کشور خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد روز گذشته به گونه اجباری و اختیاری به کشور برگشتند.
در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که افغانها در طول سالها رنج‌های زیادی را کشیده و همکنون نیز با چالش‌های زیادی روبرو می‌باشند. با گفته آقای متقی هیچ کسی از روی شوق مهاجر و پناهنده نمی‌شوند، بلکه از روی مجبوری و مشکلات به این کار تن می‌دهند. وی که در ترکیه این گفته ها را مطرح کرده است، از مسئولین کنسولگری طالبان در این کشور خواسته است تا مهاجرین کشور را اکرام و عزت کنند. مردم افغانستان بسیار رنج دیده، شما باید از هرچه اولتر اکرامش بکنی، عزتش بکنی. آقای متقی علاوه کرده است که خدمت نکردن عذاب الهی را در پی دارد. مولوی متقی به موضوع بستن سفارتخانه های افغانستان در اروپا نیز پرداخته و گفته است که به سفارتخانه ها در اروپا 3 سال فرصت داده شده بود تا با مرکز تعامل و از آن اطاعت کنند، اما برخی از آنها همکاری نکردند و در نتیجه اسناد برخی از سفارتخانه ها و کنسولگری ها فاقد اعتبار اعلام شد. از سوی هم باشندگان ولسوالی اسپین بلدک قندهار میگویند که پس از مسدود شدن گذرگاه مرزی چمن تجارت کاهش یافته و تاجران متضرر شدند. گفتنی است که گذرگاه مرزی چمن پس از اعتراضات و اجباری شدن گذرنامه و ویزا برای رانندگان دو طرف مرز مسدود شده است. محمد شفیق اچکزی رئیس اتاق تجارت در اسپین بلدک بر رسانه ها گفته است که تاجران در دو طرف مرز هر روز میلیون ها افغانی متضرر شدند. همزمان با این دادگاه عالی طالبان میگوید که 4 نفر در پروان به اتهام لواطت شلاق زده شدند. در سایت این دادگاه آمده است که بنا به حکم محکمه ابتدایی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان روز دوشنبه 12 سنبله 4 متهم به لواطت 39 دره زده شده و همچنین یکی از آنها به 2 سال حبس تنفیذی و 3 نفر دیگر به 1 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. همچنین رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که دادگاه عالی این کشور چندین نفر را در شهرهای مختلف به دلیل داشتن ریشه بلند مجازات کرده است. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های ازبکستانی در مواردی که ریش مانع شناسایی افراد شود با آنها برخورد می‌کنند. و خبر اخیر هم این که دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفته است که رفتار کامالا هریس نامزد حزب دموکرات در مقایسه با نامزد جمهوری خواهان قابل پیش‌بینی است. این مقام روس اما افسوده است که در صورت پیروزی هر یکی از آنان امیدی به بهبودی روابط واشنگتن و مسکو نیست. دوستان گرامی، به پایان این بسته خبری رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.